سلام دوستان عزیز، از اینکه یگانه تیبیر انتخاب کردید بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم. لطفاً کانال را سابسکرایب کرده و روی آیکون زنگ کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. لطفاً با گذاشتن کامنت نظرات و انتقادات خود را به ما اعلام کرده و در بهبود و کیفیت ویدیو به ما کمک کنید. حال بپردازیم به دیدن این ویدیو. خواستگاری کردن از دختر ملا. روزی ملا گاوی لاغری داشت که میخواست آن را به بازار شهر ببرد و بپروشد. ملا به زنش گفت این گاو لاغر به درد ما نمیخورد. زن ملا چیزی نگفت و فقط به شوهر و آن گاو نگاه کرد. ملا نصیدین ادامه داد گاو را به بازار میبرم تا با کسی بپروشم و از شهرش خلاص شوم. گاو همونطور که سرش پایین بود و دم تکان میداد همراه ملا از حیات بیرون رفت. زن ملا به طرف در حیات دوید و فریاد کشید آهای با تو هستم، مگر صدایم را نمیشنوی؟ ملا برگشت و با چهره در هم کشیده گفت چه خبر است؟ چرا فریاد میکشی؟ همسرش با همون صدای بلند گفت بهتر است زود به خانه برگردی، چون قرار است برای دخترمان خواستگار بیاید. ملا نصیدین که با شنیدن این خبر خوشحال شده بود با مهربانی گفت بسیار خوب است، خیلی زود برمیگردم. بعد هم برا افتاد و زیر لب با خودش گفت سالها از وقت شوهر کردن دخترم گذشته است، خدا کند خواستگار این دفعه او را بپسندد. بازار شهر شلوغ بود و مردم همه چیز خرید و فروش میکردند، اما هیچ که سراغ گاو ملا نمی آمد، چون خیلی لاغر به حال به نظر می رسید. کم کم غروب می شد. ملا نصیدین که چند ساعتی برای فروش گاو فریاد به نتیجه کشیده بود، خودش هم مثل گاو خسته و به حال در گوشه ای نشست. مرد دلالی که زمان زیادی ملا را در زیر نظر داشت و منتظر همین لحظه بود جلو آمد و گفت اگر من بتوانم این گاو مردنی را بفروشم چقدر به من می دهی؟ ملا نصیدین که باور نداشت کسی آن گاو را بخرد بدون معطلی گفت هر چه فروختی نصف نصف شریک هستیم. مرد دلال پذیرفت و چند قدم دورتر از ملا گاوش استاد و فریاد کشید آی مردم بیایید که یک معامله سودمند در انتظارتان است. چند نفری که نزدیک او بودند دورش حلقه زدند. مرد دلال در حالی که با انگشت به گاو اشاره میکرد گفت یک گاو فروشی داریم که خیلی کم خوراک است، اما روزی 10 من شیر میدهد و تازه 6 ماه هم آبستن است. هر کس این گاو را بخرد به زودی صاحب گوساله خواهد شد. عاقبت یک آدم زود باور که حرف دلال را درست میدانست حاضر شد تا پول خوبی برای گاو بدهد. ملا نصیدین با رضایت و خوشحالی فراوان از انجام آن معامله به قولش عمل کرد و نصف پول را به مرد دلال داد. بعد هم با عجله به سوی خانه راه افتاد و زیر لب گفت باید زودتر به خانه بروم تا از زبان تند و تلخ همسرم در امان باشم. وقتی به خانه رسید متوجه شد که خواستگاران قبل از او به خانهاش آمدند. همسرش در حالی که تونتون از دخترشان تعریف میکرد به ملا نصیدین چشم قره رفت که چرا دیر آمدی. ملا نصیدین که هنوز هم از خوشحالی گاو بیرون نیامده بود خواست زنش را راضی کند، برای همین بود که بدون مقدمه وارد گفتگو شد. زنم درست میگوید و این دختر ما خیلی خوب و مفید است. جوان خواستگار به خواهر و مادرش نگاه کرد، انگار که هیچ کدام از آنان از حرف ملا سر در نیاورده بودند. زن ملا هم چشم درانیده بود و ملا را نگاه میکرد. ملا که به یاد بازارگرمی مرد دلال افتاده بود خواست حرفهای او را تقلید کند و در ادامه حرف خودش را گفت از همه حرفهای من و همسرم که بگذریم باید بگویم که دختر ما 6 ماه آبستن است و تا چند ماه دیگر صاحب یک بچه خواهد شد و غیره. همسر ملا هرچه را در دم دستش بود به سمت ملا برتاب کرد و خواستگاران پا به فرار گذاشتند.